سلام بچه ها، من بردی هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره بریم با هم 5 تا از بهترین و به صرفه ترین گوشی های موبایل برای گیمینگ رو بررسی کنیم. یعنی چی برای گیمینگ؟ یعنی برای بازی کردن، مثلا پابجی موبایل. گوشی هایی که امروز بهتون معرفی میکنم با بهترین قیمت بالاترین کیفیت رو بالا میارن روی گوشی. و بالاترین کیفیت مثلا توی بازی مثل پابجی موبایل یعنی چی؟ به معنای گرافیکه، یعنی که مثلا گرافیک بازیم HD باشه یا مثلا HDR باشه. نه، به این معنی نیستش. کیفیت خوب توی بازی به این معنیه که مثلا توی پابجی موبایل به این معنیه که شما بتونید فریم ریت اکستریم رو بگیرید و روی حالت اسموت یا بالاتر بتونید با FPS 60 بازی کنید. همه گوشی هایی که امروز قرار معرفی بکنم توی گرافیک اسموت فریم ریت اکستریم رو بالا میارن و میتونید به راحتی بازی کنید. فریم ریت نقش بسزایی توی بازی داره و باعث میشه شما بازیتون خیلی بهتر بشه، یعنی واقعا زمین تا آسمون فریم ریت اکستریم با حتی اولترا فرق میکنه. بزن بریم سراغ ویدیو تا دیر نشده. خب من یه لسته کردم. اولین گوشی که قرار بهتون معرفی بکنم گوشی آنر پلیه. اول اصلا بگم که خودم گوشی رو دارم و تجربه شخصی خودم رو در مورد این گوشی میگم. قیمت این گوشی الان تو بازار از 3,500,000 تومان شروع میشه. تولید این گوشی تقریبا برای 1.5 سال پیش، فکر نمی کنم الان تولید بشه، ولی خب هنوزم به فروش میره. حالا اونا که توی انبار بوده، به طور مثال فروشگاه اپسان موبایل توی هرمزگان این گوشی رو میفروشه. نمیدونم ارسال اینترنتی دارن، ولی حتی اگه نداشته باشن هم میتونید سفارش بدید و بگید با پیک براتون بفرستن. این گوشی 4G دو سیم کارت هستش، چیز میخوره، کارت SD میخوره، یعنی میتونید حافظه اضافه روش بذارید، ولی از سیم کارت دومتون، یعنی یا باید یه دونه کارت حافظه با یه سیم کارت داشته باشید یا اینکه کلا دو تا سیم کارت داشته باشید. 64 گیگابایت با رم 4 و 6، یعنی تو دو تا مدل میتونید این گوشی رو بخرید. رم 4ش هم اوکیه. این گوشی تقریبا میتونم بگم تا 8 ماه 9 ماه ضمانت از طرف من این گوشی کاملا کار میکنه، خیلی عالی روون بازیتون اجرا میشه. بعد از این مدت یکم افت فریم داره، لااقل بر من اینطوری بوده و اینکه من یک بار گوشیم به زمین خوردم، نمیدونم شاید به خاطر اون افت فریم داشته، اما بعد از 7 8 ماه یا همون 8 9 ماه دیگه گوشی مثل سابق کار نمیکنه. ولی در کل گوشی خیلی خوبه، یعنی فکر میکنم همین الانشم اگر من گوشیمو یه دور فلش کنم اوکی بشه. گوشی دومی که قرار بهتون معرفی بکنم گوشی Redmi Note 8 Pro که محصول شیائومیه دیگه. آره، این گوشی قیمتش از 3,720,000 تومان شروع میشه، یعنی اینکه تو بازار این کمترین قیمتشه دیگه. سیم کارتش 4G، دو تا سیم کارت هست و کارت SD هم میخوره جدا، نه با سیم کارت ها. 64 گیگش هستش و 128 گیگابایتش هم هست با رم 6. حالا رم یا رام من دقیق نمیدونم، اگر اشتباه میگم توی کامنت ها برام بنویسید. بچه این گوشی که دارم نام میبرم اگر کسی این گوشی رو داره و استفاده میکنه حتما بگه. این گوشی گوشی شیائومیه. شیائومی کلن گوشیش اینجوریه که باتریشون که عالیه و اینکه عمر تقریبا طولانی دارن گوشی های شیائومی و به نظرم از خیلی برندهایی که الکی معروف شدن مثل سامسونگ بهتر هستن. گوشی سومی که قرار بهتون معرفی بکنم گوشی پوکوفون F1 هست، بازم محصول و برند شیائومیه. این گوشی الان تو بازار از 3,900,000 تومان شروع میشه. سیم کارتش 4G، دو سیم کارت هست، میکرو سیم میخوره و از سیم کارت دوم منتها استفاده میکنه. رم 6 در حافظه های 64 گیگ و 128 گیگ داره و رم 8ش هم تو حافظه 256 گیگابایت موجوده، دیگه عالی فوق العاده است. این گوشی پوکوفون F1 اصلا گوشی گیمینگ، آنر پلی هم گوشی گیمینگ بوده که بهتون گفتم، دوتا کلا برای گیم ساخته شدن، هم آنر پلی، اصلا تو اطلاعاتش هشتگ فور پابجی موبایل داره. یعنی خود پابجی موبایل هم گوشی رو معرفی کرده بود یک سال و نیم پیش تو پیج اینستاش، تا اونجا که یادمه. پوکوفون F1 گوشی خیلی خوبیه، یعنی من به شخص تضمینش میکنم. میتونید راحت با ریکوردر خود گوشی بازیتون رو ریکورد کنید با صدا، واقعا گوشی خوبیه. طول عمرش رو نمیدونم مثلا کی قراره، حالا یکم افت فریم پیدا کنه حالا مثل آنر پلی، تا حالا نشیدم، ولی در کل گوشی خوبیه. گوشی چهار رومی که قرار بهتون معرفی کنم گوشی هواوی نووا 5T
باز اگه اسمش رو درست خونده باشم، این گوشی از 5,200,000 تومان شروع میشه. سیم کارتش 4G، دو سیم کارت، میگم سیم کارتش 4G رو ساپورت میکنه، دو سیم کارت هست، کارت SD نمیخوره متاسفانه، رم 8 گیگ با حافظه 128 گیگابایت فقط داره تا اونجایی که من تحقیق کردم. این گوشی هم گوشی خوبیه، رو اسموت اکستریم رو بالا میاره و به نظر من گوشی مناسبی هستش اگر میخواید گوشی بخرید، ولی خب قیمتش نسبت به قبلی ها بیشتره. گوشی پنجمی که قرار معرفی بکنم گوشی بلک شارکه که واقعا فوق‌العاده است این گوشی، یعنی هر کی داشت این گوشی رو من ازش پرسیدم راضی بوده. این گوشی هم گوشی گیمینگه و همونطوری که توی تصویر میبینید علاوه بر این که برای گیمینگه، یه سری دستگاه مسکوهی هم کنارش هستش که میتونید بازی کنید و میتونید بدون که اصلا به صفحه دست بزنید با همون کنترلری که کنارش داره بازی کنید، ولی خب اون کنترلرش یه سری مشکل داره، مثلا جویستیکش، شما مثلا با جویستیکش میتونید را برید ولی وقتی که سوار ماشین بشید دیگه دکمه جلو عقب رفتن یا چپ راست رفتن با ماشینتون دیگه نمیتونید با جویستیک انجام بدید، بعد با دست رو صفحه انگوش بذارید. خودش برای پابجی موبایل خیلی گوشی خوبیه، میتونید حتما بگیرید بازی کنید. و اینکه این گوشی را من واقعا پیشنهاد میکنم، 4G دو سیم کارت است، میکرو SD نمیخوره، 64 گیگابایت با رم 6 یا 128 گیگ با رم 8. این هم گفتم گوشی گیمینگه و گوشی خیلی خوبیه. الان یه سری میگن توی ایران نیستش ولی فروشگاه کالابالا توی خوزستان هم این گوشی رو عرضه میکنه، میتونید از اونجا بگیرید. تمام این گوشی هایی که گفتم رو میتونید تو سایت www.mobile.ir بررسی کنید، مشخصاتش و حتی فروشنده هاش هم اونجا زده، اگر خرید اینترنتی میخواید بکنید میتونید از اونجا بخرید. لینک این سایت هم توی کپشن همین ویدیو میذارم تا بتونید استفاده بکنید. این بود از گوشی هایی که بهتون معرفی کردم. حالا میتونید در اصل بودجه‌ای که دارید برید این گوشی ها رو تهیه بکنید، دیگه حرفی نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید، من برای این ویدیو وقت زیادی گذاشتم، با یه لایک یه ثانیه‌ای میتونید از من حمایت کنید. اونایی که جدید دارن کانال میبینن سابسکرایب یادتون نره. با هم خوش میگذرونیم تو ویدیوهای بعدی. فعلا همتون رو میسپارم به خدا تا درود دیگر. بدرود.